درود و سلام هموطنان عزیز ما، خواهر و برادرهای گرامی و بیننده های محترم، جوانان برومند سرزمین های مختلف جهان و کشور ما، در سلسله برنامه های امروزی که ما و شما دنبال کده میریم کوشش میکنیم پس از این برخی از برنامه ها را اختصاص بدیم برای شخصیت های بزرگ فرهنگی کشورها و جامعه من و شما در گذشته های دور. تاریخ ادبیات جهان در گذشته های دور تا امروز بسیار تاریخ پر فرود و فراز است، با افراد و اشخاص مختلف، با گونه های گفتاری مختلف، با روش های مختلف گفتاری و با کاراکترهای مختلف. ادبیات حداقل از چند صد سال گذشته به این طرف در جهان بیشتر ادبیات روشنگرانه بوده و در پلوی از او ادبیات حزن‌انگیز نبوده، همه ادبیات غم‌انگیز نبوده. گاهی هم که غم‌انگیزی های داشته یا حماسه‌آفرینی های داشته یا اسطوره سازی های هم داشته و هم بناهای برای شبیه‌سازی ها و امانندسازی ها بوده، یا مثلا در دورانی که بزرگای عرفان و تصوف و شعر و داستان در سرزمین ما و شما بودن، بیشتر شعرهایشان و سرودهایشان و سرود پردازی هایشان نمادهای از خوشی ها است، از بالندگی ها است، از آرامش روح و فضا و گفتار آفرینش آثارشان است. خب با این که ما نمیفهمیم اصل گپ از این چطور بوده، مثلا یا بیشتر نتونستن یا نخواستن درگیر معادلات جهانی شوند در او زمان، و یا جهانان که با آشوب بسیار داشته در او زمان اشغال ها برده، لشکرکشی ها بوده، ببخشید مناسبات مختلف سرزمینی بوده، سرزمین گشایی ها بوده، پامال شدن سرزمین ها بوده، اما بازم تاریخ ادبیات یا شعر جهان کمتر حزین بوده یا کمتر غمگین بوده. اطوره که مثلا در نیم قرن اخیر شعر و سروده و داستان و گفتار من و شما در کشور من و شما، ما و به خصوص در سرزمین من و شما دائم یاد کرده از غمها و غصه ها و اندوها و نبودها و نیستی ها است. جنگ است و خروش نداره و کشتار است و زدن است و بستن است و شهادت است اینا. و یا کلش در ادبیات امروز افغانستان بسیار زیاد تبارز دارن تا ادبیات دیروز. خود واژه ادبیات ما شما میفهمیم که ادبیات ما برابرش در فارسی فرهنگ است و واژه و عربی است، هم شعر هم رقم عربی است، هم غزل هم موارد را که در امور پرداخت داستان و شعر و ادب میگیم یا بر بیشتر واژه هایش عربی است. تاریخ ادبیات جهان کتاب ها و تاریخ بسیار بزرگ داره، ولی یک کتاب هست به نام تاریخ ادبیات جهان از آغاز تا صده بیستم که ایرا آقای غلام حسین دی بزرگی نوشته کرده، و این کتاب کتاب است که بسیار با ارزش است و تانسته
جایگاه خدا در بین توزیع و تشریع ادبیات جهان داشته باشد. آقای دی بزرگی دی به کتاب زحمت های بسیار زیاد را کشیده، با وصف از اینکه چاپ اول از دی در سال 1386 شده، بعدا هم چاپ از دی ادامه داشته رفته و در موارد مختلف پرداخت های ادبیات جهان را نمود کرده. در ادبیات اسطوره‌ای، در ادبیات حماسی، در ادبیات عشقی، در عملیات مهرورزی گفتارها فرق میکنند. چرا مثلا ما در تاریخ کشور من و شما یا در حوزه تمدنی من و شما ما دیگه ندانستیم برابر شاهنامه فردوسی چیزی داشته باشیم، برابر داستان هزار و یک شب چیزی داشته باشیم، برابر داستان ورقه و گلشا چیزی داشته باشیم، بنابر داستان یوسف و زلیخا چیزی داشته باشیم. در این مورد باید ما تجسس بکنیم که چرا با این همه انکشافات، با این همه اسناد، با این همه موادی که در اختیار ما است، ما نتونستیم چیزی را برابر گذشته ها برای جهان ادبیات بدیم. ما یک برادران براتون گفتم مثلا چند جلد از یک داستان خیالی و تصوری از نام سمک عیار، وقتی که در اونجا میخوانی و میبینی که داستان پرداز چقدر توانایی داشته، مفتی وطن دارای ما شما چقدر شیمه داشته، ما ولی به شیمه نباده که همیشه انتقاد میشم، اما ما مشکل خفی آواز دارم، اما شما ببینید که چی پردازهایی داده و چقدر با زیبایی پرداخت شده. یا مثلا در برنامه های عرفانی مثلا تذکرت الاولیا شیخ عطا رو بخونید و در او ببینید که چه رقم زیبا چیدمان کرده واژه ها رو و چه سان روان و سلیس گفته و که آدم میتونه با او بیخی با وجد بیاره. گرچه اینگرچه و بیشتر یک بخش تصوفی است و عرفانی است، اما بسیار عالی است. مثل ازی حافظ، مثل ازی مولانا، مثل ازی سعدی، رابعه بلخی، همه ازی ها، هر کدام و شعرهای بزرگ معاصر ما، استادای ما، کل ازی ها کسایی هستن که افتخار سرزمین ما هستن، اما هیچ تاریخی را ما نیافتیم که با بزرگی تاریخ شاهنامه دیگه اثر داشته باشه. این معنایشی است که اون زمان تا این زمان چه تفاوت‌های از لحاظ فکری و ذهنی داشته. در میان از این معرفی هایی که آقای غلام حسین دی بزرگی کردن، البته تاریخ که اینا نوشته کردن از دنیای کهن مشرق زمین که از مصر تا امریکای لاتین از صده 17 تا 20 گرتی نامش است، از آغاز تا پایان صده 20، ولی از آغاز صده 17 تا پایان صده 20 تمام کشورهای جهان ادبیاتش، شعرش، داستانش، حماسهش، اسطوره‌ش در این کتاب جای دادم. یکی از موارد را که معرفی که در اینجا ادبیات روسی هستم. دوستایی که مطالعات زیاد دارن، ما خودقدر مطالعه نداریم، ولی میفهمیم که تاریخ ادبیات روسی با آن که بارور است، با آن که بسیار آگاهی های بلند داره و نویسنده ها و خردورزهای بسیار بلند داره، اما به دلیل از این که تاریخ تمدن روسیه را بیشتر در معماری و نقاشی میشناسن، کمتر ممکن است که با ادبیات روسیه را آدم بشناسن. آقای دی بزرگی در یکی از بخشای کتاب خود یک شاعر از روسیه را معرفی میکنه و او بوریس پاسترناک است. بوریس پاسترناک که
از سال 1890 تا 1960 میزیستم. بسیار آدم مستعد، توانا و آفرینشگر بزرگ بوده در عصر خود در بخش‌های مختلف. خود آقای پاسترناک که البته در صفحه 357 چیز بخش کارهای ازی شروع میشه در این کتاب، در کتاب آقای دی بزرگی معرفی ازی، این آدم در ابتدا با موسیقی روی میاره، بعد از این جمله نقاشا و چیر دست های فرهنگی و زمان میباشه و خود از این با موسیقی روی میاره. دوباره موسیقی را رها میکنه، میره به تحصیلات در رشته فلسفه و دانشگاه، تحصیلات دانشگاهی شامل دانشگاه مسکو میشه. در دانشگاه مسکو میباشه که با شاعرای مثل ماریا ریلکه، شما میشناسینش، بعد از هر کدام از یار رو معرفی کنیم برنامه زیاد میشه، و مایاکوفسکی ما معرفی میشه و کتازیا دوست میشه. و در سال 1956 یک ناشر در ایتالیا که دکتر یوگوا نام، آثار دکتر یوگوا رو نشر میکرد، موجب برانگیختن بسیار بحث شدید در شوروی شد امی آثار دکتر پاسترناک. یا پاسترناک کسی بود که از طرف انجمن نویسنده های شوروی بعض از نشر امی اثر دکتر یوگوا مورد سرزنش روسیه قرار گرفت از مقامات روسیه و بر آرد و تا موردش اعتنام نکد با واسف از اینکه چرا این مسئله در ایتالیا نشر شد و چرا در مقابل رویدادهای و ارزش‌های مانند ارزش‌های واقعی انقلاب اکتبر بسیار نادیده تیر شده و دکتر یوگوا را معرفی کردم. او هم در پشتش نگشت رفت. ای آدم که براتون گفتم در سال 1890 تولد میشه و در سال 1960 فوت میکنم. اونمو رقمه که در خانواده هنری که مادرش موسیقی میدانست و بسیار هنرمند قوی بود و پدرش نقاش بود، یاردو تا سعی کردن که تحصیلات همسر فرزند خود داشته باشن و بر از او فضا را مساعد می ساختن. خلاصه این آدم کار کرد، زحمت کشید، توانایی خود به کار برد و مطالعه کرد. بالاخره یافت که در کجا می تانم موثرتر باشم. سعی کرد نخستین دیوان شعر خدا که پاسترناک تقدیم کرد به نام دوبایکر در تیر ابر نام داشت. این دوبایکر در تیر ابر در سال 1914 و تا 1923 البته دیوان شاعر ببخشید نمیجر و مو بخشش بوده که یادم در سال 1914 و تا 1923 اشعار مختلف را سروده، مجموعه های مختلف را سروده و اردو مجموعه از این وقتی که نشر میشه در سال 1914 و 1923 بسیار استقبال میشه و مردم پاسترناک بسیار به نام شاعر خوشقریحه میدانن و از او استقبال میکنن. یکی از دیوان ازی به دیوان شعر غنایی است به نام خواهرم و این دیوان هم وقتی که چاپ میشه بسیار مورد استقبال قرار میدم میگیرم و مردم از او به عنوان شهرت دهنده کامل پاسترناک یاد میکنن.
و این را چنان می شناسند که در او زمان ستوان شمید یک کسی بوده که ای خواستم داستانش نوشته کنه و ای هم نشر میشه. وقتی که ای نشر میشه جنبه انقلابی داشته یا که با دیگر ارتباط نزدیک پیدا میکنن و بالاخره ای آدم روز بر روز در جامعه رشد کرده میره. البته اشعار تولدی دیگرش در سال 1932 نشر میشه از محیط قفقاز و چشمانداز هایی که با شکوه داشته در روج قفقاز بنمایه میگره و در بنمایگی از این پاسترناک بر انتقاد شدیده که از اثر از او آثارش هم میکنن متوجه هیچ انتقادی هم نمی باشه کار خود ادامه میده. البته پاسترناک در مورد سروده که از چشمانداز های قفقاز سروده بسیار مورد انتقاد هم قرار میگره ولی به اوش من توجه نمیکنه و دلیل از اینکه میگه من متوجه باشم که کی مرا چی میگه من دیگه از کار میمانم. بالاخره 10 سال یک بار تصمیم گرفت که دیگه شعر نسرود. بعد چی کرد؟ رفت با آثار گرانبهایی از ترجمه کردن پرداخت. وقتی که به ترجمه پردازی پرداخت آثار را از کی گرفت؟ از بزرگای مانند شکسپیر، ریلکه، گوته و ورلن و از آنها بسیار ترجمه های عالی را بیرون داد و محبوب تر شده رفت ای آدم در میان اجتماع مردمی و فرهنگی. البته ای آدم کل روزای خدا برای گذراندن تنظیمات عمومی فکری و روشنگری ذهنی می پرداخت. دوباره یک دفعه سکوت کرد، کار خدا نکرد. پس کلگی می گفت پاسترناک چرا تو باز خاموش شده؟ ولی مدت طول نکشید دوباره سکوت خدا شکستان را دو دیوان بسیار فصیح و بدی به نام های اولین قطار یا اولین قطار بامدادی و وسعت زمین در سال 1945 منتشر کرد. محتوای از این دو دیوان کلش از جنگ، از دوران جنگ مایه گرفته بود و در قیاس با نخستین دیوان های از او یا در مقایسه با نخستین دیوان های از او بسیار ساده نوشته شده بود، به خاطر عام خوان نوشته شده بود و ابهام زیاد نداشتنی. این آثار از او مصر بسیار استقبال شد و نثر را که پاسترناک در ادامه شعر از او هست و می نویسه اما خصوصیات را داره که تصویرهای ذهنی ناآشنا را آشناتر می سازه. و یادم در سال 1925 مجموعه داستانهای خود هم نشر کرد که شامل داستان کودکی لیورس است. لیورس و این داستان که تقریبا نامنی که شاهکار نثر از او را به اون زمان شمرده شد. یادم روز بر روز باهی دوباره اوج گرفت و خواندن این داستانه که هر کس میخوان. و از داستانهای مهم دیگه از این پاسترناک شما ببینین یک آدم وقتی که تصمیم میگیره کار میکنه، زحمت میکشه و میخواه به عروج برسه، به اوج قله‌های آرزو برسه و این موارد را که ما بارها و بارها از سالهای پیشین برای جوانهای ما تکیه میکنیم و توصیه میکنیم همی است که وجود من و شما توانایی های زیاد داره. در این توانایی ها بروز دادن توانایی و پرورش توانایی مهم است. این آدم در سال 1931 که زندگی نامه نویسنده بسیار موثری می باشه این نشر میشه نویسنش و حوادث مسکو چنان در برز داستانهای از این نقل میکنن که توجه خود پاسترناک
قرار داشتد امی حالتی که در کشورش روان بوده. روانشناسی جامعه خود و کشور خود بسیار میفهمده. در تحلیل مبارزات عینی انقلابی، در تحلیل مبارزات اجتماعی، مبارزات سیاسی، کل عزیره ای آدم در داستانهای خدا ماوردم. البته که تمام ناشرهای دنیا پس از اینکه پاسترناک معروف شده میره در مورد از این گپ میزنن و همه کس آرزو داره که آثار از این را نشر کنه. مخصوصا در ایتالیا در سال 1956 یک ناشر نماینده خود در مسکو میبینه و دستنوشته آثار پاسترناک پیدا میکنه و او را نشر میکنه. پاسترناک در سال 1957 کتاب استرداد میکنه و خواستار استرداد کتاب میشه و دوباره کتابش برش اموجا میرسند. و این کتاب وقتی که نشر میشه در جامعه شورایی بحثای زیاد میپردن که یعنی اندازه محبوبیت پاسترناک در اوجه میشه. در سال 1958 جایزه ادبی نوبل دکتر جیگوا به می کتابه که اینو اشتاک در تعلق میگیره. خلاصه این آدم زندگی نامه خود چندین بار انتشار میده و در سال دیگه سرگذشت شخصی خود نشر میکنه به نام زندگی نامه پاسترناک در 1957. نویسنده شب پاسترناک شاعر درونگرا میدانه، فرد پرست که پیوسته در انزوای شعر خود به سر میبره و در اشعار خود میخواه درون دنیای محسوس و مرئی نفوذ کنه و ببینه که در این درون خود ما چی است. و او پاسترناک شاعر بسیار متجسس میدانه که میخواه درک بکنه که ذهن ما، روان ما، درون ما و داخل یک انسان چی کار داره. البته دلنشینی و گفتار عالی سروده های پاسترناک هم در بخش های موسیقی، کلمات و ادبیات بسیار جاذب و دلنشین دارن. و امو کنه که براتان گفتیم بروس پاسترناک شاعر بسیار با عظمت روسیه بود که توانسته در معرفی کشور خود نقش بسیار بسزایی را داشته باشه. البته برنامه که در این کتاب بسیار معرفی شده بسیار طولانی است و ما تنها به می بخشش بر شما اکتفا کردیم و پس از این هم تصمیم داریم که برنامه های اینچنینی را بر شما دوام بدیم. در آخری موارد یکی هست که روی وقتی که یه آدم فوت میکنه و از بین میره همه کس جگرخون میشن. طبیعتا هم بخاطر از این که در اوج نام‌آوری این از بین میره و مقبره پاسترناک یک یا پاسترناک بسیار مهم مقبره است که مورد بازدید روزانه از هزارها نفر یا ده ها هزار نفر که نمیشه خود روزانه هزارها نفر میگن از این بازدید میکنن. همین هست که ما میتونیم خود ما به این مورد توجه بکنیم که چطور یک جوان میتونه کارهای خود از هیچ به اوج برسانه. وجود انسان توانایی هایی را داره برای انکشاف، برای انکشاف برای بالندگی، برای خود شدن. ما در پشت موهومات، در پشت فروعات، در پشت این و آن نباشیم. جوانای ما باید در فکر بالندگی باشند. غربت، فقر، ثروت، هیچ چیز در باروری استعداد نقش نداره الا تصمیم و اراده آدم. اگر تصمیم داشتی هر کار میکنی، اگر اراده داشتی هر کار میکنی و اگر نداشتی
همیشه حسود هستی، همیشه وقتی که دیگران چیزش را میخوانی خراب میشه و هر کدام فکر میکنی که چرا ما این نیستم، در حال که همین استعداد در وجود تو هم هست. کل ما میتونیم در این مورد فکر بکنیم و زحمت بکشیم، کارهای خدا بسنجیم و مثل آقای پاسترناک و ده ها تای دیگه روز نام شما هم بر تاریخ و تاریخ ادبیات و سیاست حک میشه بدون شک.